روایتی است از عملیات پیروزمندانه سربازان گمنام امام عصر. آغاز اعترافات اجباری، پایان آینده یک خانواده. آیا دستگاه‌های قضایی و سرویس‌های امنیتی ایران برای رسیدن به هدف فقط از فرد بازداشتی هزینه می‌کنند یا خانواده زندانی‌ها هم قربانیان؟ ان‌شاءالله سال خوبی باشه. سال دیگه این سفره هفت سین در کنار هم. اینا یه خانواده رو نابود کردن، واقعا نابود کردن. من هیچی برام مهم نبود، فقط پدر مادرم، خواهرم بماند. تیبونه که تومور تو سرش در اومد آخرش. رسوایی بزرگ دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در پرونده ترور دانشمندای هسته‌ای با صحبت‌های اخیر مازیار ابراهیمی وارد فاز جدیدی شد. روبوده شدن فقط به دلیل نسبتی خونی. دو هفته بعد از پخش اعترافات اجباری مازیار از تلویزیون، من و همسرم که موقع سه ماه باردار بود و توی سوریه دستگیر کردم. چند ساعت بعد از دستگیری منش یه آقای اومد، ایرانی بود و منو منتقل کرد به جایی که نمیدونستم کجاست اون موقع، که بعدها فهمیدم اونجا زندانای زیرزمینی حزب اللهه. حدود سه ماه شکنجه و بازداشت در کشوری بیگانه. با مشت محکم زد تو سر من، گفت انگار تو هنوز نفهمیدی اینجا کجاست. الان که گفتم بچه های عرب به زن تجاوز کردن و بچه سه ماه تو سفت کردن، میفهمی. اونجا دست و پام با ترکبنده، با این کشای ترکبند موتور بستن به تخت و این تخته هایی که زیرم بود از روی تخت برداشتن. بعد چند ساعت که دیگه واقعا تحملش برام سخت بود، اومدن شروع کردن با کاپ زدن کف پای من و تو اون لحظه اصلا درد خودم یادم رفته بود دیگه. فقط به این فکر کردم اینا که این بلا رو سر من میارن، سر زنم چیکار میخوام بکنن. چند روز همین منوال ادامه داشت تا اینا اومدن منو سوار ماشینم کردن، دوباره برم گردوندم به بازداشتگاه استخبارات سوریه. و پرواز به سمت وطن با دلی روشن از کور سوی امید که خیلی زود به یأس مبدل شد. یه روز صبح اومدم منو دوباره بردنم بالا و آقای شروع کرد با من صحبت کردم فارسی. گفت من وکیل سفارتم، شما رو داریم میبریم ایران ولی مشکلی نداره. فرودگاه امام خمینی منو بردن توی دفتری که داره بهش میگن دفتر ریاست جمهوری. چهار نفر آدم اومدن و من سوار یه دونه تویوتا لند کروز بود کردن و بردنم. این بار بند 240 و شکنجه های اغلب روانی. خیلی روی این قضیه حاملگی زنم کار میکردن. اولش که میگفتن که بچت الان زنت اینجاست، بچت به زودی به دنیا میاد، تا چند ماه دیگه همینجا میخواییم بدیمش پرورشگاه، چون پدر مادرتو لیاقت بچه تربیت کردن ندارن. معجزه اما بالاخره اتفاق افتاد. رقابت دستگاه‌های امنیتی سبب شد تا نه تنها متهمان این پرونده از احکام سنگین خلاص بشن، که امکان تماس با نزدیکانشون رو هم به دست بیارن. بعد از یک سال یک ماه اینا به من اجازه دادن که با خانواده‌ام تماس بگیرم. زنگ زدم به پدرم، پدرم گوشی رو برداشت، صدای من شنید، خیلی خوشحال شد. بابا تو کجایی؟ چرا زنگ نمیزنی؟ گفتم بابا من وقت ندارم حرف بزنم، فقط با من بگو بچه‌م پسره یا دختره. رفته رفته اغلب متهمان آزاد شدن و مقامات دولتی از اشتباه صورت گرفته گفتن. مثلا علی ربیعی، سخنگوی دولت، که در نشست خبری دوشنبه 28 مرداد اعلام کرد این اتفاق در دولت ما نیفتاده، اما اطلاعات کلی اینه که یه سری افراد بودن و اعتراف کردن، از اونا دلجویی هم شده. حرفایی که هیچ وقت نمیتونه زندگی نابود شده این خانواده ها رو بهشون برگردونه. مامانم گوشی گرفت، گفت تو کجایی؟ گفتم مادر من زندان اوینم. مادرم ساکت شد، همونجا مثل که سکته دومشو کرده بود تیمونه. مدیا مصور، اتاق خبر. من فکر میکنم مثلا با چند تا ضربه اول کاب من پام شکست، که داد زدم آخ شکست شکست، صداشو شنیدم من.
نمیدونم دفعه چندم بود که دیگه واقعا کم آورد، واقعا کم آورد. بعد رئیسشون اومد اون اصلا یه وحشیه به تمام معنا بود. این انقدر بد منو زد که تازه میفهمم شکنجه‌گر خوب داریم، شکنجه‌گر بد داریم. که گفتم باشه، هر چی بخواید بنویسید من امضا میکنم. کردم به اسرائیل و در اونجا آموزش کار با مواد منفجره و آموزش های نظامی تیراندازی رو دیدیم. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. وظایف طوری تنظیم شده بود که بمب به ماشینشون نصب کنم. حالا یه روز اومد و منو برداشت برد یه جایی و شروع کرد، چون من موهامو تیغ می‌زدم دیگه، یعنی سر و صورتم همیشه اسلام کرد، برد شروع کرد اصلاح کردن. اون یکی اومد گفت قشنگ خوشگلش کن، مثل روز اولش کن. فکر کردم خواهد آزاد کنم منو، باور میکنی؟ بعد یه خورده گذشت، اومد گفت الان میریم جلو دوربین، باید همه این حرفا رو بزنی و اینجوری میگی. اون یکی اومد گفت اگه حرف نزنی یه تیکه گوش رو استخونات نمیذارم بمونه. چند ماه اونقدر فرصت کافی داشتم که فکر کنم که کارم درست نبود، اما از مقاطع مختلف بود. تلفنم زنگ زد، یه دختری بود که بقیه به سختی فارسی نمی‌زد. اون روز اون گزارشی که پخش کردن گفتن ما دوباره جاسوس، یعنی اون روز گفتن 17 تا جاسوس گرفتی، یعنی اون روز من خواهرم شوهرم مثل مرغ که سرمونو کندن یه بالا پای می‌پریدیم، چون همش فکر میکنیم کدوم بدبختی رو دوباره مثل ما گرفتن. خب جاسوس گرفتن نتونه، نه من جاسوس هم. اگه همه جاسوس هاتون اینجوری هن، خب دیگه تا تشو باید خون دیگه چه خبر.